آقای کلام، وضعیت آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در ایران چطوره الان؟ شواهد بسیار مختلفی وجود داره و تحقیقات متعددی چاپ شده توی 10 سال گذشته که نشون میده که وضعیت چیزی که ما بهش میگیم آموزش چند زبانه به هیچ عنوان وضعیت مناسبی نیست در مقایسه با بقیه کشورهای جهان، حتی در مقایسه با همسایگانمون مثل افغانستان، مثل عراق. شاید تنها نمونه ای که تا حدودی از ایران بدتر باشه نمونه ترکیه است. افغانستان داره به سرعت به سمت یک نوع خشونت زبانی بر علیه زبان فارسی پیش میره برای یکسانسازی زبانی، ولی غیر از این چند نمونه معمولا کشوری دیده نمیشه تو دنیا که وضعیتش از ما بدتر باشه. این به این معنا نیست که بقیه کشورها وضعیت خیلی خوبی دارن، اما به نظر میرسه که در سطوح مختلف آموزشی و همینطور توی سیاستگذاری زبانی خودشون فضای بیشتری رو دارن برای تحمل زبانهای متعدد. نه توی سیستمی که ما داریم بحث تدریس زبان مادری پیشرفت چندانی کرده، با اینکه قانون اساسی ازش حمایت میکرده و با اینکه خیلی از دوستانی که مخالف تدریس به زبان مادری هستن از تدریس زبان مادری حمایت میکنن و تدریس به زبان مادری هم که جای خودشو داره چون سیستم پیچیده تریه و هیچ نشانه ای و هیچ اراده ای دیده نمیشه که سیستم به اون سمت در حال حرکت باشه. چقدر این مسئله عدم آموزش به زبان مادری رو در راستای باقی سیاست‌های حکومت میدونید برای مهجور و در حاشیه نگه داشتن اقوام در اقلیت؟ ببینید، مسئله رابطه تبعیض بر علیه اقوام و اثنیسیتی های مختلف و مسئله زبان مادری رو برای اینکه بهتر درک بکنیم باید به ریشه های تاریخی دولت ملت های اروپایی و اصولا ملت سازی اروپایی برگردیم. مدلی که ما ازش پیروی کردیم توی 100 سال گذشته مدل سیاسی، همون مدل اروپایی ملت دولت مدرن بوده. اصولا توی DNA مدل دولت ملت اروپایی یک نوع خواست خشونتبار بر علیه تنوع فرهنگی و تنوع زبانی وجود داره. توی این مدل سیاسی هویت یک ملت یا نیشن معمولا بر مبنای زبان و نژاد تعریف میشه. ما میدونیم که تک زبانه یک توهمه و تمام جوامع به درجات مختلف چند زبانی و چند فرهنگی هستند. در نتیجه اصولا سیستم اروپایی دولت ملت یک سیستمیه که وجود زبانهای مختلف رو به عنوان یک مشکل میبینه و سعیش در همه جای دنیا این بوده که به نوعی دست به چیزی که ما بهش میگیم بابل زدایی بزنه، یعنی زبانهای دیگر رو حذف بکنه. پس اساساً این مدل سیاسی به صورت تاریخی یک مدل تبعیض آمیز هست. حالا با پیشرفت در درون تاریخ، با حرکت رو به جلو در دل تاریخ، جوامع مختلف این موضوع رو بررسی کردن با حالتهای مختلف. توی یه سری از کشورها، مخصوصا الان توی کشورهای انگلیسی زبان، توی یه سری کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدن که این سیستم یه سیستم ناکارآمد هست. این نگاه پروژه های مختلفی تعریف شده برای اینکه تحمل بشن زبانهای مختلف. از طرف دیگه در سیستم های بسته، در سیستم های حالا فاشیستی یا سیستم های توتالیتریان، به عناوین مختلف از این پی و فاوندیشن تبعیض‌آمیز استفاده میشه. یعنی
موقعی که مشکل اتنیسیتی هایی باشه که با اتنیسیتی سیاست گذاران و حکمرانان متفاوت باشن، طبیعتا از مسئله زبان برای سرکوب اونا استفاده میشه. شما اگر یک اقلیت مذهبی رو داشته باشید، اگر که زبان متفاوتی داشته باشه، برای سرکوب اون اقلیت مذهبی شما میتونید از بهانه زبان استفاده بکنید. ما اینا میدونیم که هیچ دشمنی بین زبانها وجود نداره. پس موقعی که اصولا زبان به عنوان یک مسئله مطرح میشه، همواره مشکل اینه که کسانی که از زبان به عنوان یک وسیله تبعیض استفاده میکنن با خود گویشوران اون زبان مشکل دارن. پس به نوعی مسئله اتنیسیتی های ایرانی، مسئله فرهنگ های ایرانی و تبعیضی که بر اونا روا میشه، مطمئنا یکی از ابزاری که برای این نوع تبعیض استفاده میشه زبان بوده و هست و خواهد بود. اما این حالت های دیگه ای هم پیدا میکنه، مثلا تبدیل به نژاد ممکنه بشه، ممکنه مسئله لهجه ها به وجود بیاد. میدونیم که فرض کنیم افرادی که از افغانستان میان زبان فارسی رو صحبت میکنن تعداد زیادیشون، اما باز اون افراد هم مورد تبعیض قرار میگیرن برای اینکه مشکل خود گویشوره. حالا از زبان و لهجه استفاده میشه برای اینکه این تبعیض دوچندان بشه و یه بهانه ای هست برای اینکه گویشگر سرکوب بشه. مطمئنا مسئله اتنیسیتی ها تو ایران از این امر پیروی میکنه. از سمت دیگه اگه بهش نگاه کنیم، چقدر عدم آموزش به زبان مادری خود این زبانها رو تضعیف میکنه و در طول زمان جلوی رشد و پویاییشون رو میگیره؟ 100% رشد این زبان ها رو تضعیف میکنه. باز اگه برگردم به همون مدل دولت ملت، اتفاقی که تو دوران مدرن افتاد این بود که چیزی در حدود حالا 200 تا کشور، کمتر یکی دو تا بیشتر، به وجود میاد و این 200 تا کشور باید ملت سازی توشون انجام بشه و در همون زمان چیزی شما در نزدیک مثلا 6000 تا 7000 تا زبان دارید یا انواع مختلف زبانی رو دارید. خب طبیعیه که دولت ها و این ملت هایی که به وجود میان به صورت تصنعی در واقع کمر به قتل اون زبان ها میبندن. نمونه خیلی دردناکش مسئله خود ایرانه که بسیاری از زبان های ما در حال ضعیف شدن و در موقعیتی هم که ما بهشون زبانهای در خطر میگیم. سوال شما سوال خوبیه که آیا تدریس در این زبانها در مدارس میتونه کمک کنه به حیات این زبانها؟ 100%. علمی هست که بهش علم احیای زبانی میگن، language revitalization. اتفاقا از افراد پیشرو در این زمینه تحقیقی از همکاران ما در کانادا هستند. میدونیم کانادا و استرالیا به خاطر زبانهای اندیجینس خیلی فعالن، دپارتمان های زبانشناسی و آموزش در این زمینه. تحقیقات زیادی انجام شده و تقریبا تمام دانشمندان و رفرنس های معتبر متفق القول هستند که احیاسازی زبانی، زنده کردن زبانها و کمک به زبانهای ضعیف شده بدون تدریس اون زبانها در مدارس واقعا کار دشواریه. یعنی یکی از ارکان بزرگ حفظ و نجات زبانها تدریس اون زبانها توی مدارسه. طبیعیه که اگر که این زبانها تدریس نشند به مرور ضعیف میشن و البته این اتفاقی نیست، این در حقیقت هم مدل سیاسی سنتی نیشن استیت یا دولت ملت مدرن اروپاییه، برای اینکه بنا شده که این زبانها رو نابود بکنه و از مدارس به عنوان یک اهرم در این زمینه استفاده میکنه. درباره سمپوزیوم زبان، انسان و جامعه که در دانشگاه مکگیل داره برگزار میشه به ما بگید چه مباحثی به طور خاص در این سمپوزیوم مطرح میشه؟
خواهش میکنم. در طول 10-15 سالی که من کارم رو در مورد زبان مادری در ایران ارائه کردم، محققین مختلفی با من تماس گرفتن و دیدم که چه تحقیقات جالبی دارن میکنن در مورد زبان. ولی مشکل اساسی که ما داشتیم توی واقعا یه چیزی بوده 100 سال اخیر تو ایران این بوده که تعاریف زبانشناسی تعاریف بسیار محدودی از محدوده فعالیت های زبانشناسان و پژوهشگران زبان بوده. در نتیجه خیلی از فعالیت های دوستانی که مخصوصا تاکید میکنن روی مطالعه زبان های اقلیت تقریبا نامرئی بوده یا در حلقه های خیلی کوچیک بوده. ما تصمیم گرفتیم که این دوستان رو گرد هم بیاریم و نشون بدیم که مطالعه زبانهای اقلیت یک مسئله بسیار مهم توی پژوهش زبانی مطالعات زبانی. از طرف دیگه تصمیم گرفتیم که تا اونجا که من اطلاع دارم برای اولین بار یک سمپوزیوم علمی رو که در اون ایرانی ها حضور دارن به صورت چند زبانه اجرا بکنیم. توی این سمپوزیوم زبان فارسی، ترکی، کردی و زبان اشاره ایرانی استفاده میشن برای ارائه مطالب. هدف اینه که یه آگاهی بخشی داشته باشیم نسبت به اینی که اهمیت مطالعه زبانهای اقلیت یا در حقیقت زبانهای در اقلیت قرار گرفته چقدر زیاده. از طرف دیگه دوست داریم که فضایی رو به وجود بیاریم که محققین ایرانی که ممکنه براشون سخت باشه در مورد این مطالب تو ایران صحبت بکنن و کارشون رو ارائه بدن، یه فضایی بتونن پیدا بکنن که این مطالب رو با همدیگه در میون بذارن. و همینطور دوست داریم که پژوهشگران جوان آشنا بشن با ترندهای تحقیقاتی جدید و ببینن که چه امکاناتی وجود داره و چه فضاهایی وجود داره که میتونن درگیرش بشن و میتونن مطالعه بکنن این زبانها رو. من فقط به عنوان آخرین مطلب اضافه کنم که سمپوزیوم در روزهای 9، 10 و 11 نوامبر برگزار میشه و اگر علاقمندانی هستن ما بهشون خوش آمد میدیم. سمپوزیوم رایگانه و در اختیار همه هست، میتونن به وبسایت ما برن و ثبت نام کنن برای دریافت لینک. Thank you.